عالم و دلگیر چیز واضحی. دفتر تیکا در ادامه فعالیت‌های فرهنگی‌اش در هرات از دو اثر درخت پیر و صنم گریسپا نوشته محمد افسر رهبین شاعر و نویسنده معاصر کشور رونمایی کرد. مسئول تیکا در هرات می‌گوید که به هدف رشد فرهنگ کتابخانی حدود 1000 جلد از این دو اثر به چاپ رسیده است. دو تا کتابی که در آخر سال، یک کتاب بررسی در برای مولانا است، یکی دیگرش هم کتاب شیر است، درخت پیر شیر است، صنم گریسپا هم کتاب بررسی مولانا است. هر دو کتاب را امروز در دفتر تیکا رونمایی میکنیم و مهمان های از اساتید یا فرهنگیان داریم. از سوی دیگر شماری از فرهنگیان رونمایی از این دو اثر را در قسمت رشد فرهنگ کتابخانی مؤثر می دانند و از همکاری دفتر تیکا در هرات استقبال می کنند. کسانی که واقعا کتاب می نویسند، به گفته حضرت جامی که در شأن مولانا می نویسد که من چی گویم، وصفان عالی جناب نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. نویسندگان کتاب اینها کسان هستند که در جامعه از جایگاه خاص برخوردار هستند. در یک کلمه که از منظر عرفان اینا کامل خود هستند و مکمل دیگران. پاس می‌داریم همت کتاب نویسان و پاس می‌داریم همت کسانی که در راستای چاپ کتاب‌ها بذل همت می‌کنن که امروز دفتر محترم تیکا در راستا واقعا بذل همت علم دوستانه و کتاب دوستانه کردن. با این حال محمد افسر رهبین شاعر و نویسنده معاصر کشور میگوید که نوشته صنم گریسپا در آمدی بر زندگی مولانا است و درخت پیر نیز مجموعه از غزلهایی است که آقای رهبین در سالهای گذشته سروده است. صنم گریسپا در واقع یک درآمد است بر چند و چون عشق زمینی حضرت مولانا. هرچند نمیشه و نمیتون گفت عشق زمینی با عشق آسمانی پیوند نداره، اما جرقه هایی که در نهاد حضرت مولانا چیزی را به عنوان شعر تازه کرد، چیزی را به عنوان شورشگری و رندی و حالت وجد پدید آورد، اینها را در یک نگاه کلی و در چند بررسی و تحلیل در واقع مخواستیم بیان کنیم. درخت پیر جمعی از غزلهایی است که در سالهای پسین سرودیم. گفتنی است که تا کنون بیش از 20 کتاب در حوزه‌های مختلف از آقای رهبین شاعر و نویسنده معاصر کشور منتشر شده است.